سلام، به 325مین شماره از روزنامه یوتیوب خوش اومدید. امروز دوشنبه 6 آذر ماه به رسم همیشگی خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. پروفسور سرخ در آستانه بازگشت، چراغ سبز برانکو به پرسپولیس. برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق باشگاه پرسپولیس در تازه‌ترین مصاحبه خود احتمال بازگشت به جمع سرخپوشان را رد نکرد و هر چیزی را ممکن دونست. برانکو در همین رابطه توضیح داد: من مربی هستم و میدونم که برای ادامه کارم به عنوان مربی فوتبال همه چیز ممکنه. خاطراتی عالی از پرسپولیس و ارتش سرخ این تیم دارم. هوادارای پرسپولیس بهترین هواداران دنیا محسوب میشن. حمله استقلالی ها به اینستاگرام بازیکن زوباهن. انتشار یک ویدیو در فضای مجازی باعث شد تا بازیکن با تجربه زوباهن انبوهی از پیام های منفی رو از سوی استقلالی ها دریافت کنه و کامنت پست خود رو ببنده. ماجرا از این قراره که امید حامدی فر در یکی از صحنه های دیدار با رقیب اصفهانی و بعد از تنه به تنه شدن با مهرداد رضایی به زمین افتاد که بازیکن زوباهن در واکنش به این اتفاق به حامدی فر گفت: بلند شو بچه خوشگل. سنگ تمام مورینیو برای سردار آزمون. جوزه مورینیو سرمربی روم پس از برتری برابر اودینزه تمجید جالبی از سردار آزمون داشت. گفت: آزمون مشخصات بازیکنی رو داره که من دوستش دارم، اما اون هنوز برخی آیتم ها برای تبدیل شدن به بازیکن مورینیو در فاز انتقال به دفاع رو در اختیار نداره. اون کیفیت دیوونه کننده ای داره و امروز میخوام بگم که بازیکنای خوبی روی نیمکت داشتم. پرونده استقلال و تراکتور همچنان در کمیته انضباطی. پرونده استقلال و تراکتور در رابطه با کسر امتیاز احتمالی از این دو تیم هنوز در کمیته انضباطی است و رأی اون تا پایان هفته اعلام خواهد شد. شنیده ها حکایت از اون داره که کمیته انضباطی همچنان به دنبال جریمه این دو باشگاه است و علارغم تمام فشارهای بیرونی قصد داره 2-3 امتیاز از هر دو تیم کسر کنه. پاسخ منفی تارمی به پیشنهاد سعودی ها. قرارداد مهدی تارمی با پورتو تابستان سال 2024 به پایان میرسه و باشگاه پرتغالی برای اینکه مهاجم مشهور خود را رایگان از دست نده دنبال راهی برای انتقال اون در ژانویه است. اما با این حال پاسخ تارمی به پیشنهادهای عربستانی مشخصه. و همونطور که پیشنهاد تابستونی الهلال رو رد کرد، الاهلی یا الشباب هم جواب منفی خواهد داد و چندان علاقه‌ای به حضور در عربستان نداره.